بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه دیگه از سری برنامه های معرفت جاوید در خدمتون هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید و برنامه امروز ما رو هم ببینید و مورد توجهتون و پسند و رضایتتون قرار بگیره. قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم یه دعایی کنیم برای همه اونهایی که ملتمس دعا هستن، همه اونهایی که یه گرفتاری به کارشون افتاده و همه رو مد نظر بگیریم، برای سلامتی همه مریضا، برای همه اونایی که مشکل توی زندگیشون افتاده و واقعا چشم امیدشون به برنامه‌های عزاداریه که شما مشرف میشید. توی این برنامه همه رو دعا کنیم. در ابتدای برنامه ذکر توسلی داشته باشیم به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و سلامی رو عرض کنیم خدمت ایشون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قبول بشه، با ما همراه باشید. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا. خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا. خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا. اگر خاطر شریفتون باشه و بیننده برنامه قبلی ما بوده باشید، ما در مورد علم غیب داشتیم صحبت می‌کردیم و موضوعاتی رو مطرح کردیم در حضور کارشناس محترم برنامه جناب مهندس باقری. امروز هم
این توفیق نصیب بنده شده که در خدمت ایشون باشم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس، سلام عرض می‌کنم در خدمت شما. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. آقای مهندس، در مورد علم غیب صحبت کردیم و سوال اساسی که مطرح شد این شد که علم غیب مخصوص خداست و هیچ کسی نمیتونه این علم رو داشته باشه، همونجوری که پیغمبر اکرم هم در جاهایی فرموده بودن و توی آیات قرآن اومده که من اگر علم غیب میدونستم خلاصه این همه مثلا خوبی به من میرسید و اون بدی هایی که قرار بود به من برسه رو اونها رو دفع میکرد. نکته ای که وجود داشت، ما بیان کردیم علم غیب رو، معنای غیب رو بیان کردیم، با توجه به شواهدی هم که از آیات قرآن آوردیم گفتیم که پیغمبران الهی هر کدومشون که پی خدا و در جایی که خدا صلاح میدونست میتونستن از غیب آگاهی و علم پیدا کنن. و سوال بعدی این شد که آیا پیغمبر اکرم همه چیز رو میدونه؟ گفتیم نه، آگاهی از همه چیزی مثلا روز قیامت و عرض کنم اون واقعه بزرگی که اتفاق خواهد افتاد. آقای مهندس باقری، حالا یه سری سوالاتی برای ما اومده پیرامون علم غیب. ما می‌خواستیم امروز بحث رو به یه جای دیگه ببریم و یک موضوع دیگه ای رو مطرح کنیم، اما فکر می‌کنم که باید خلاصه این بحث به قول معروف یه ذره بیشتر زیر و رو بشه و بیشتر چکش بخوره تا برای اینکه انشالله اون نقاط تاریکی که در ذهن بعضی از بینندگان از ارجمند وجود داره از بین بره. یه مروری کنیم. ببینید آقای مهندس، سوال اینه که بحث علم غیب واقعا در مورد پیغمبران این یک، شما فرمودید که به صورت یک اعجاز بوده برای پیغمبر، این درجه پیغمبر رو میبره بالا، یعنی علم غیب در چه حدی برای یک پیغمبر موجوده؟ خداوند متعال این علم رو و این علم از غیب رو در چه حدی به پیغمبر اعطا کرده؟ این سوال مطرح بشه، بعد من میخوام بعدش بگم که این علم غیب باعث یه سری چیزایی میشه که یه سری مشکلاتی توی ذهنها وجود میاره که من اون رو مطرح میکنم. آگاهی از غیب برای انبیاء مختلف به نظر میاد که متفاوت بوده و برای پیامبر اکرم در اوج خودش هست این مطلب و خلاصه ایشون اعلم ناس و افضل ناس و اعلم انبیا و افضل انبیا هستن من الاول الی الاخر. بله، مثلا فرض بکنید که در قصه حضرت موسی علیه السلام و جناب خضر شما ملاحظه میکنید که جناب خضر از مسائلی مطلع بود و از تقدیراتی آگاه بود که حضرت موسی از اون آگاه نبود. بله. آن هنگامی که مثلا فرض بکنید که یک غلامی یا یک نوجوانی رو حضرت قیصر جانش رو میگیره، یا اون جایی که یک کشتی رو عرض کنم که سوراخ میکنه صدمه میزنه، و یا اون جایی که بله یه دیواری رو تعمیر میکنه، اینها حضرت موسی نسبت به تقدیراتی که در این کار بوده توسط خدای متعال ناآگاه بود. اما خدا در مورد حضرت خضر میفرماید و علمناه من لدنا علما، ما به حضرت خضر علمی از جانب خودمون دادیم. بله. و او به این تقدیرات آگاه بود و به عنوان عامل خدای متعال این فعالیت ها رو انجام داد که مورد سوال و اعتراض حضرت موسی هم واقع شد. بله. یا مثلا در مورد حضرت یوسف و حضرت یعقوب عرض کردیم در جلسه گذشته که خدای متعال علم به برخی از آنچه که در آینده رخ میداد از طریق رؤیا و در واقع تعبیر رؤیا بر این بزرگان آشکار کرده بود، و لذا در جاهای مختلف اینها اخبار از غیب میکردن، اخبار از آینده میکردن، آینده‌ای که واقعا همون هم رخ داده بود. بله. و رخ میداد. در مورد
پیامبر اکرم به حسب اونچه که ما در روایاتون به اون اشاره شده، هر آنچه که خدای متعال خلاصه تقدیر کرده است و تقدیر می کند بله. و آنچه که خلاصه در ظرف زمان و مکان بوده، خدای متعال علمش رو به این بزرگان، به پیامبر اکرم و به تبع به ائمه طاهرین علیهم السلام داده. خود نفس علم داشت، علم غیب داشتن یک فضیلته. این یک، یعنی اگر پیغمبر علم غیب نداشته باشه چی میشه؟ اگر اسمند نداشته باشه خیلی مشکلات پیش میاد. الان نعرض میکنم خدمتتون. یه جهتش اینه که اصلا خود این یه فضیلتیست که خدا بندگان برگزیده خودش رو به این فضیلت‌ها مفتخر میکنه. این یه نکته. نکته دوم، برخی از این آگاهی‌های به غیوب دقت میکنین برای اثبات نبوت نبی یا امامت یک امامی در واقع مورد نیاز خواهد بود. یعنی میشه اعجاز. بله، یعنی در واقع یک اشاره هایی میشه که همین اشاره ها افراد متوجه میشن یکی از در واقع راه های به اصطلاح نشان دادن نبوت یک نبی و یکی از راه های نشان دادن امامت یک ولی اینه که او علمی داشته باشه که دیگران واجد اون علم نیستند. لذا خدا می‌فرماید که در هر موردی که یک فردی رو به عنوان نبی یا ولی اختیار می‌کنه، میگه وزاده او بستتن فی العلم و الجسم، ما او رو در علم بست دادیم. یعنی یکی از شاخصه ها عالم بودنه. عالم یعنی یه چیزی رو او میدونه شما نمیدونی، یعنی در واقع چیزی از شما پنهانه ولی برای او کاملا روشنه و این در واقع بیان دیگری است از همان دانستن غیوب. پس او برای اونها یه برتری میاره. حالا یه نبی به داشتن علم، علمی که دیگران واجد آن نیستن، برتری پیدا میکنه و این باعث میشه که او بتواند در تثبیت مقام نبوتش موفق بشه، به مردم بفهمانه که من چیزی دارم، من یه علم وحی دارم که شما واجد اون نیستین. بنابراین در قرآن هم روی واژه علم بسیار تاکید شده. مثلا خدا در قرآن میفرماند و اوتو العلم درجات، خدا و اصلا به صاحب علم درجات و مقامات بالاتری داده. یا به پیغمبر میفرماند و علمک ما لم تکن تعلم، به تو چیزی آموختیم که تو نمیدانستی. دقیق می‌فهمید؟ یعنی اینکه خدای متعال به هم به نفس علم که ارزشمنده و همین که این علم در واقع وسیله است که نبی یا امام میتواند بر دیگران اتمام حجت بکنه، بر دیگران نبوت و یا امامت خودش رو در واقع تثبیت بکنه. مثلا در مورد علوم پوشیده قرآن، یکی از راه‌هایی که ائمه علیهم السلام در گذشته ایام همواره بر مخالفینشون به اصطلاح مباهات کردند و بر آنها تحدی کردند که ما امام بر مردم هستیم، بحث دانش و علم به قرآنه. علمی که بر بقیه پوشیده است میشه علم غیب. بله، بر اونها در واقع پوشیده است ولی حضرات بر اون آگاه هستند و لذا اظهار میکنن، میگن، میفرمایند که هر چی از ما بپرسید ما از قرآن برای شما جواب دلیل و جوابشو خواهیم. یعنی مردم میفهمن که بین امام و این شخص دیگه تفاوت وجود داره، برای اصلا همین و این علم از کجا اومده و این علم رو همه میبینن که میدونن که امام صادق و امام باقر علیهم السلام از کسی علم نیاموختن، پای درس هیچ فردی غیر از خود ائمه علیهم السلام ننشستن و تعلیم نیافتن. پس معلومه که اثبات امامت میشه در اینجا. حالا در مورد ائمه علیهم السلام انشالله بحث خواهیم کرد در جلسات بعد، اگر بشه در بخش دوم. یه سوال مهم دارم که توی بخش بعد خواهم پرسید چون وقت این بخشمون تموم شد. خسته نباشید. بینندگان عزیز و ارجمند معرفت جاوی، تشکر میکنم که قسمت اول برنامه ما رو تماشا کردید. یه استراحت کوتاهی بکنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بر کاروان کربلا ای دشت هامون گریه کن، بر لاله های نینوا، بر لاله های نینوا.
کاروان عشق را دست خدایش بر سر است. لب تشنه اما این آتش از چشم سار کوثر است. آهسته ران آهسته ران محمل مران ای ساربان، تا بر سر زینب زند بال ملائک سایه بان. آهستران آهستران محمل مران ای ساربان، تا بر سر زینب زند بال ملائک سایبان. ای آسمان خون گریه کن بر کاروان کربلا، ای دشت هامون گریه کن بر لاله های نینوا، بر لاله های. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه معرفت جاوید، برنامه‌ای که اختصاص پیدا کرده به سوالاتی که شما بینندگان عزیز و ارجمند برای شبکه جهانی امام حسین علیه السلام ارسال میکنید. این کار خیلی کار خوبیه، از این جهت که هم سوالاتی که شما توی ذهنتون هست و باش برخورد کردید با حضور کارشناسان محترم برنامه و اهل فن، کسانی که توی این زمینه تحقیق کردن، کتاب خوندن، خون دل خوردن و شب بیداری هایی کشیدن که به هر حال این مطالب رو جواب بدن، توسط این بزرگواران پاسخ داده میشه. خب شما هم سوالات رو میفهمید و اگر کسی که سوال کرد در جواب بهش میدید، و بعضی وقتا این سوالا خب ممکنه با ذهن ها بازی کنه و حتی اتفاقات عجیب تری بیفته، با اعتقادات بازی کنه. توی شبهه بزرگان میگن خودتون رو در معرض شنیدن شبهه قرار ندید، اما حالا که شنیدیم و این شبهه حالا دیگه نمیشه، یعنی دنیا امروز دنیای شده که نمیشه در معرضش قرار نگیره. به هر حال هر سایت اینترنتی و هر شبکه ماهواره‌ای که آدم جستجو میکنه، توی مترو، توی خیابون، هر آدمی دیگه داره شبهه میندازه، این سوالات بعد مطرح بشه. یکی از جای شبکه جهانی امام حسین علیه السلامه که این مأموریت رو برای خودش واجب میدونه که انشالله بتونه تا جایی که وقت اجازه بده و تا جایی که دانش افرادی که دعوت میشن اجازه بده پاسخگو باشه. این نکته اولی که خب شما به جواب سوالاتو میرسید، نکته دوم اینه که سوژه برای برنامه ما و مطلب برای برنامه ما پیدا میشه، از این جهت که ارتباط صمیمانه تری با شما داشته باشیم و شما بدونید که همون سوالاتی که مد نظر شما داره توی برنامه معرفت جاوید پاسخ داده میشه. با ما همراه باشید. برنامه‌ای که داریم ضبط میکنیم و ان شاءالله داریم پخش میکنیم در خدمتتون، برنامه‌ای است با عنوان علم غیب که پیرامون موضوع علم غیب پیغمبران و ائمه اطهار علیهم السلام در موردش صحبت می‌کنیم. آقای مهندس باقری، حالا قبل از اینکه وارد بحث بشین خسته نباشید خدمتتون عرض کنم یه سوالی. ببینید وقتی که طرف می‌خواد شبهه رو توی ذهن یک شخصی نهادینه بکنه، معمولاً میاد میگه که اگر ما اعتقاد به علم غیب داشته باشیم چه اتفاقاتی می‌افته. حتی سوالی هم که من در قسمت آخر همین بخش قبلی خدمتتون مطرح کردم و شما خیلی زیبا بهش جواب دادید این بود که اگه پیغمبر علم غیب نشه چی میشه؟ حالا ممکنه اسمت خیلی مهم باشه ها، یعنی طرف بدونه که آقا اسمت اگه پیغمبر نشه باشه نمیشه ازش پیروی کرد، اما میگه این علم غیب که میگه اگه پیغمبرم نداشته باشه همچین چیز مهمی نیست، پس میشه نداشته باشه، پس قلوه. حالا سوالی که مطرحه که شما خیلی خوب جواب دادین که این علم بعد به هر حال علم الهی داشته باشه و مثال‌هایی هم زدید. مطلب دومی که میخواد بیاد یه نتیجه غلط، یه برداشت غلط بگیره از این صحبتی که مخاطب کنه، این نتیجه بد برداشت کنه، اینه که اگر یک شخصی علم غیب داشته باشه، مثلا یه پیغمبری به یه شخصی از پیروانش میگه که فردا فلان اتفاق برای تو میفته، آیا این بحث علم غیبی که این پیغمبر مطرح کرد باعث شد که اون شخص کار جبری انجام بده؟ یعنی اون شخص نمیتونست این کار انجام نده، چون این کار انجام نمیداد که علم اشتباه میشد. اگر کسی علم غیب داشته باشه منتجش میشه به جبر، برای همین چون جبر نشه و انسان اختیار داشته باشه، علم غیب هم نمیتونه کسی داشته باشه. این سوالی که مطرح میشه، نمیدونم تونستم سوال رو خوب مطرح کنم یا نه. در واقع بعضی ها سوال رو به این شکل، یعنی حالا من بخوام یه مقداری تفصیل بدم، این گونه مطرح میکنن که اگر کسی بتواند اطلاع از غیب داشته باشه، مثلا در یه موضوع خاص بداند چه رخ میدهد، حالا چه برای خودش چه برای دیگری، این در نحوه تعاملش با اون واقعه تأثیر میذاره
و مثلا فرض کنین اگر یک سوی قراره براش، تصادفی مثلا ممکنه رخ بده، خب میره یک کاری میکنه که اون تصادف رخ نده و در واقع انگار که علم غیب رو در واقع میاره در ردیف همین اطلاعاتی که به صورت معمول انسان کسب میکنه برای تصمیم گیری نسبت به یک کاری، توی اون ردیف میاره، بعد میگه خب با این ترتیب طرف به اصطلاح تصمیمش عوض میشه، کار دیگه ای میکنه که اون حادثه رخ نده، یا این نتیجه رو میگیره یا نتیجه عکس این قضیه رو میگیره، میگه چون این علم عرض کنم که به اصطلاح داره خبر میده که یه همچین تصادفی رخ میده، پس این جبر، این نمیتونه جلوی خودش رو نگیره و در نتیجه جبر براش پیش میاد، لذا میره و تصادف میکنه جبرن. بله، یعنی در واقع دو تا نتیجه متناقض رو میگیرن معمولا از بحث علم غیب. ما میتونیم به اصطلاح یک بار از بعد ماهیت این علم بحث رو جواب بدیم، یک بار هم میتونیم مثلا شواهدی رو در قرآن ذکر بکنیم، ببینیم که در این موارد آقایون چی نظر میدن، این کسانی که اشکال میکنن یا براشون شبه شده چگونه نظر میدن. میشه جلوه میشیم چون با توجه به همه آیه 188 بله، لستک زرتو من الخیر بله و ما مستنی از سو، خب این نشون میدی که پیغمبر متعال تو اونجا فرمودن که اگر من تو این مورد علم غیب داشتم میتونستم اون سو رو از خودم دور کنم و اون خیر رو به سمت خودم جذب کنم. حالا من در اون جای خاص چون بحث قیامته، من اینجوری بیان میکنم مطلب و اگه مثلا شما بدونی که فردا قیامت بشه چیکار میکردی؟ امروز همش نماز میخوندم. یعنی سعی میکردی همه خیری که میتونی جذب بکنی و همه اون چه که سوء است از خودت دور بکنی که آلوده به سوء نشی و همون چه که خیره انجام بدی، چون یک ساعت دیگه فردا مثلا چیه؟ قیامت دیگه. ولی اگر بدانی که فردا قیامت نیست، خب دنبال زندگیت هم میری، درسته؟ کار عادیت هم انجام میدی، برای مثلا تعمیر منزلت هم اقدام میکنی و کارتو به صورت طبیعی انجام میدی. بنابراین اونجا نمیشه به اصطلاح کسی اون آیه رو دستاویز قرار بده بگه که پس علم غیبی وجود نداره. یعنی من میخوام بگم بله، چون او در بحث اینکه قیامت کی به پا میشه، درست شد؟ بگو ببینم قیامت کی به پا میشه. این واقعا چون یکی از معضلات اساسی و مشکلات اعتقادی مشکی بحث معاد بود در آیات متعدد قرآن، بحث سختی هم بله، برای نشون میده به ما که اینها براشون خیلی عجیب بود که معاد به پا بشه با انواع و اقسام مختلف بحث بود. یک بار در مقام تمسخر، یک مقام در مقام مثلا احتجاج بر مقابل پیغمبر میگفتن خب اگه میخوای بگی خب بگو ببینم کیه، اگه راست میگی معادی هست و اینا، بگو ببینم قیامت کی به پا میشه. یه بار در این مقام، یه بار در عرض کنم که جهت‌های دیگه‌ای مثلا میگن مگه میشه این استخونه جمع بشه، یعنی یه بار از باب استعجاب نسبت به مسئله، یک بار تجری میکنن میگن که خب اگه راست میگی بگو، یعنی این که ما قبول نداریم و همچین چیز رخ نمیده. اینجاست که به تناسبش جوابهای مختلفی رو در قرآن از زبان پیامبر اکرم و در طی آیات بیان شده و نقل شده، به اصطلاح آیاتی نازل شده در این خصوص. اما این که مثلا حالا من برمیگردم به همون سوره حضرت یوسف علی نبی ینا و آله و علیه السلام که در اونجا، پس یه بار دیگه ما سوال مطرح کنیم که اگر کسی اعتقاد به علم غیب داشته باشه و از یه واقعی یک شخصی رو آگاه کنه، این اثر میذاره روی اون رفتاری که شخص میخواد فردای اون روز یا حالا هر موقعی که اون اتفاق میاد بیفته میخواد انجام بده. بله، یعنی اگر انجامش نده اون علمه غلط میشه و انجام دادنش هم باعث پدیده جبر میشه. جبر میشه. بس یعنی اینجوری مطرح بله میکنم. مطرح ولی ما میخوایم نشون بدیم که ربطی به هم نداره. بله، اون علم داره واقعیتی که در آینده رخ میده رو قبل از رخ دادش در واقع نشون میده. در این حال هیچ جبری هم برای فاعلان اون فعل وجود نداره. نداره.
ببینید در سوره یوسف علیه السلام، در اون جایی که حضرت یوسف در زندان قرار میگیره و قرآن در آیات 36 به بعد ذکر میکنه سوره یوسف و دخل مع السجن فتیان، دو تا جوونی رو هم با حضرت یوسف در زندان قرار دادن. یکیشون در خواب دید، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، دید که داره اساره، عرض کنم که آب انگوری رو میگیره و اون رو به عرض شود که آب انگور داره میگیره، اعصر خمرا. و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل و طیر من، دیگری گفت من در خواب دینگونه دیدم که در روی سرم ظرفی از نان رو حمله می کنم و پرنده ها از این نان می خورند. بله. نبینا به تعویل انا نراک من المحسنین. بگو تعویلش چیه؟ آره، خبر بده ما که خلاصه چی می خواد رخ بده، چی در آینده رخ می خواهد بدهد. بله. دقت کنید که خود این در واقع نشون میدم، اونطور که قبلا هم ذکر کردم، که این داره یک نوع توانمندی و علم و آگاهی که خدا به حضرت یوسف علیه السلام در خبر دادن از آینده، یعنی آنچه که در آینده رخ میدهد، یعنی همون علم غیب، بخشی از علم غیبه، این رو داره بیان میکنه در این آیات. حالا از این آیات که بگذریم، بعد از یه مقداری نصایح و بحثای معرفتی که حضرت یوسف قبل از تعبیر خواب برای اونها بیان میکنه و اونها رو به عرض کنم که توحید دعوت میکنه و اونها رو به خدای واحد میخونه و اونها رو به دین قیم خلاصه رهنمون میکنه، بعد میفرماید که یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا. اون آیه 37 قال لا یأتیکما طعام ترزقانه، یعنی قبل از اینکه این غذا براتون بیارم بخوریم من اینو برای شما میگم. اینم علم غیب بوده دیگه باز. بله، این حالا ممکنه مثلا بگیم در یه ساعتهای خاصی براشون در زندان غذا می آوردن، میخواد بگه که من به زودی براتون میگم. قبلش این اتفاق افتاده بوده یا نه؟ نه، اونها خوابو دیده بودن، برای از یوسف تعریف کرده بودن، تا موقعی که حالا اون شامو بیارن، غذا رو بیارن یا نهار رو بیارن، هر چی بوده. حضرت خوب، یعنی من به سرعت براتون میگم، نگران نباشید. درست. من این تعبیر خواب براتون میکنم، ولی اجازه بدید قبل از اینکه این تعبیر خوابو براتون بگویم و بگم چی برای شما رخ خواهد داد. درست. یه به اصطلاح دوره از اون دروس توحید و ارکان اینها رو برای شما بیان بکنم که اگر هم قرار اتفاقی براتون بیفته شما با ایمان از دنیا برید. درسته، دقت میکنید. خب اینم خودش نکته ایست که انسان حولو این که چند ثانیه هم به عمرش باقی مونده باشه، اگر خدا توفیق بده بهش حداقل با اعتقاد صحیح از دنیا بره. به هر صورت مرگ که برای همه وجود داره، هیچ کسی به اصطلاح عمر جاودان نخواهد داشت، همه ما خواهیم مرد. چه بهتر این که این واقعیت رو اولا بپذیریم که ما جاودانه نیستیم روی کره زمین، این رو بپذیریم، این واقعیت رو به خودمون تلقین کنیم و خودمون رو جاودانه مپنداریم، و دوم این که با اعتقاد صحیح همونطور که فرمودید از این دنیا بریم. الهی آمین. بعد در آیه 41 اگر ملاحظه کنین میفرماید که یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا، ای دو رفیق زندانی من، یکی از شما دوتا به اون ربش که در واقع منظور عزیز مصره، یعنی اون صاحب اختیار و ولی نعمتش، می نوشاند آب انگور را. اینو می نوشاند، ساقی، یعنی آره میری و عزیز میشی و در اونجا خلاصه در این موقعیت خوب قرار میگیری. این قاعدتا مربوط به اون کسی است که گفت من دارم میبینم که اساره انگور رو دارم میگیرم. دقت کنین در این عبارت، فیسقی ربهو خمرا، او می نوشاند به عزیز مصر آب انگور را. این خبر قبل از وقوعش داره بیان میکنه حضرت یوسف. بله،
یعنی تو در آینده این کارو تو در آینده این کارو میکنی تو در آینده این کارو میکنی داره از یک رخدادی که حتماً هم همین به همین شکل داره اون رخدادی که در زمان و مکان خاص خودش رخ میده قبل از وقوعش بنابر اون علمی که خدای متعال بهش داده داره از اون بیان میکنه اخبار میکنه یعنی یه چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده و پنهان میشه غیب بله آگاهی از اون میشه علم غیب آگاهی از این بله و چون این اخبار به علم الهیه یعنی خدای متعال ما اینو باید بینندگان محترم بهش توجه کنند ما انسانها چجوری آگاه میشیم به صورت طبیعی ما وقتی یه چیز رو میبینیم به اصطلاح درک میکنیم به ما میگن بعد ما آگاه میشیم مثلا یه حادثه ای فلانجا رخ داده آه شما اونجا بودی بله چی شد اینجوری شد این حادثه این به این شکل رخ داد بعد میگیم آره آره خب من متوجه شدم که مثلا فلان تصادف در فلان خیابون رخ داد بعد از وقوع حادثه و بعد از رخ داده پدیده ما آگاهی پیدا میکنیم و علم پیدا میکنیم بله. علم به مقایه گذشتم که از نوع باز غیبم هست که پوشیده هست و خدا آگاه میکنم معمولا این شبهات گریبانگیرش نمیشه نوع علوم هم همینجوری هست اما آیا خدای متعال هم مانند ماست علم خدای متعال به این پدیده‌ای که در زمان و مکان خاصی رخ میدهد بعد از رخ داده پدیده است قبل یا قبل از رخ داده پدیده است یا هینن مثلا رخ داده پدیده است ما به معرفتی که داریم نسبت به حق متعال میگیم خدا قبل از این که رخ بده میداند بله یعنی لازمه این نیست حالا اونی هم که به علم الهی عالم میشه در واقع اونم داره همون علم رو بیان میکنه قبل رخداد پدیده کمی که اینجا شما میبینید در این آیه قبل از رخداد پدیده نوشانیدن آب انگور به عزیز مصر حضرت یوسف به علم الهیش به علم غیبی که خدا به او عطا کرده به او میگه که تو این کاره میشه خلاصه تو این کاره میشه و این کار رو انجام میدی خب برای اون حالا این این آقا وقتی که میره اونجا در اون شرایط داره آب انگور میده خودشه داره این کارو میکنه یا اینکه نه بل اجبار داره این کارو میکنه میتونه آب انگور رو بریزه رو زمین میخوام بگم که اونی که رخ میده اگه قرار بوده یه بار بریزه روی زمین همونو گزارش میکرده حضرت یوسف میتونست قبول نکنه من میخوام بحث اختیار رو اینم اینجا چجوری در میاد اصلا با اختیار هیچ تناقضی نداره یعنی شما این فرد میره با اختیار خودش میپذیره به سعاب انگور فرار نمی کنه از پیش عزیز مصر و همه این کارا رو انجام میده به اختیار خودش انگار که یک به اصطلاح چی بگم مثلا یک چشم بینایی قبل از این که این رخ داد رخ بده اون چشم بینا چیکار کرده؟ این واقعه رو رصد کرده و گزارش کرده میشه این رخ داد رخ نده؟ میشه رخ نده اگر قرار بود رخ نده معنیش اینه که علم خدا باید دروغ بشه دقت میکنی؟ یعنی علم الهی باید کذب بشه در حالی که علم خدا دروغ نمیشه آیا جبر در اینجا رخ داده؟ میگیم جبرم رخ همون. نداده اگر علم خدا دروغ نشه یعنی اتفاق نمیتونست رخ نده اگر ببینید علم خدا همیشه چجوری ما نتیجه میگیریم این که نمیتونست رخ بده مخالف جبره ببینید جبر یعنی نبودنش به خود فرد برمیگرده که میبینی که خودشه داره این کارو میکنه یعنی پس اختیار میره در اون لحظه برای اون فرد بله بله. میتونست این کار انجام بده نه. یا نه انجام نده بله. یعنی خودش مییابه که داره با اختیار خودش در واقع احسن خدا قبل از آنی که این فر رخ بده میداند که این به اختیارش چه میکنه همونو اخبار یعنی میدونه این کار انجام میده یا نمیده احسن یعنی اگر با این جمله بگیم مشکل حل میشه خدا میداند که این به اختیار خودش فرار نمیکنه از جلوی عزیز مصر در نمیره میگه یه بار ما رو مثلا انداختی زندان معلوم نیست بعدنم بندازی در نه او میره در اون جایگاه و شغل مثلا ساقی بودن رو در اونجا و انجام میده و کاراشو
و در مورد بعدی فهم الاخر و فیوس لب اون دیگری هم خلاصه به دار آویخته میشه و تأکل و تیرم این رأسه و پرندگان مغز سر او رو میخورن. بعد میفهمد قوزی الام این آره این واقعا همینی که شامین چون علم واقعا علم الهی است و علم الهی هیچ وقت دروغ نمیشه و علم الهی میداند که عزیز مصر به اختیار خودش فرمان میده این آقا باید کشته بشه و همون رو خدا اخبار میکنه. بله. و این بعدم به اختیار خودش سقایت آقا رو به عهده میگیره و در این منصب میشینه و سرباز نمیزنه، باز اینم اخبار میشه. اگه این رو ما بپذیریم دیگه من فکر میکنم واقعا اون اشکالی که بعضی از افراد مطرح میکنن در مورد سید و شهدا علیه الصلاه و السلام که پیغمبر اخبار کرده بود ان الله شاء ان یراک قتیلا، تو کشته میشی در این سرزمین اینجوری کشته میشی بله. و اون اشکالات مندفع میشه. حالا اگه بخواید این بحث هم بله من همین این سوال رو میخواستم مطرح کنم اما خب توی این جلسه ما وقت نداریم. بحث علم غیب در مورد ائمه اطهار علیهم السلام رو چون خیلی از بینندگان از ارجمند ما هم این رو سوال کردن، ما انشالله توی یک جلسه مجزا بهش اختصاص خواهیم داد. پس علل حساب ما در مورد علم غیب، تعریف علم غیب رو تا به حال گفتیم. گفتیم علم غیب برای خود خداست، اما خود خدا فرموده که به هر کدوم از پیغمبرانش که خواسته داده و این علم غیب دلیلش که یک پیغمبر چرا باید علم غیب داشته باشه رو بیان کردیم و در انتها هم بیان کردیم که علم غیب داشتن هیچ دلیل نمیشه که کارهایی که علم غیب از اون اخبار کرده وقتی انجام میشه مساوی جبر باشه، اون شخصی که انجام میده با اختیار خودش انجام بده. دست شما درد نکنه اگر صحبت پایانی دارید در خدمتتون هستم. ان شاءالله که موفق باشید. خیلی ممنونم جناب علی. همچنین تشکر و قدردانی میکنم از شما بزرگوارانی که در این برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم که معرفت جاوید امروز مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه. حتما از طریق ایمیل و شماره تلفن و پیامک یا همون اس ام اس با ما در ارتباط باشید که نظرات و پیشنهادات شما خیلی میتونه ما رو کمک کنه. تا دیداری دیگر التماس دعا، خدا یار نگه دارد.